به قول پیشرو اومد سراغ شاجی، شاپور اومد سراغ گادپوری. حرف اضافه اصلا نمیخوام بهتون بزنم، من تازه از بیرون رسیدم ولی اینو پوشیده بودم، یعنی رفتم باشگاه پوشیده بودم، میدونستم که قراره چه اتفاقی بیفته. حدس میزدم، گفتم مگه میشه برادران ملتفت بشون کسی تیکه بندازه اینا ساکت باشن. 24 ساعت هم نشد، یعنی دقیقا همون ترفندی که گادپوری زد شاپور من فکرم فدای شایب یا توره یه از اون آروم باش، من فکرم که فدای شب بیا توی این بیف ولی نیمده. بریم ببینیم شاپور چیکار کرده. 3 دقیقه 3 ثانیه اسم ترک دلغک. راجب کاور کار یه توضیح ریزی من بدم. یه دلغک کوچیکه مثل جاسویچی که میتونه تیکه کاگان باشه، از اون طرف یه شفیه دور صورتشه که توی ترک قبلی هم صحبت کرده بود که شاید تیکه باشه به ایپاپولوژیست، به خاطر اون یکی دوتا ترک داشت، یه فکر کنم ترک کاردیش بود که صورتش رو شفیه پوشونده بود و قد کوتاه شاید تیکه به گادپوری باشه. سیبیل نمیبینم که بگیم مثلا شاید تیکه به گادپوری باشه. همین. اینم بگم بچه‌ها که گادپوری من همین داشتم چک می‌کردم، آلردی جواب شاپور رو داده ولی من نگاه نکردم، سکرین ریکورد کردم که بلافاصله که به این ریاکشن رفتیم توی همین ویدیو جواب گادپوری هم خواهیم داشت. برو بریم ببینیم که داستان چیه. گادپوری گفته بود که اگه تلاش کنی من جوابی نمیدم، ولی جواب داد حداقل به عنوان فری استایل. بچه‌ها اگه چنل دندونپزشکی هم سابسکرایب نکردین، این بالا گذاشتم تو کامنت هم گذاشتم، توی دیسکریپشن هم گذاشتم، سابسکرایب بکنین، خیلی نزدیک که 1000 تایی بشه. دمتونم گرم. برو بریم ببینیم دلغک کیست. ببین اندازه کاست پیکنیکیه بابای ما. روبیت مهدیا. ببین اندازه گاز پیکنیکیه بابای مفنگیت، فقط یه دونه از تخمم فدایی بیاد که باس رد بشی از زیر قرآن. به جیگرکی میگی کب بایسا. میگی اندازه گاز چطوری به مغزت رسید اندازه گاز پیکنیکیه بابای مفنگیت یکی از تخمام فدایی بیاد که بری زیر قرآن؟ یعنی فدایی بیاد راحتی نمیاد، بیاد تشییع جنازته. بابای مفنگیت فقط یه دونه از تخمام، فدایی بیاد که باس رد بشی از زیر قرآن. به جیگرکی میگی کبابی افطار دنبلانو مثل همستر میندازی گوشه لپات. میومدی ته بایس یا علی درافش مثل خود گادپوری بود. اینم یه کبابی و جیگرکی، چون توی موزیک ویدیو یه گادپوری داشتن جیگر میخوردن ولی تو ترکش میگفت کبابی. به جیگرکی میگی کبابی افطار دنبلانو مثل همستر میندازی گوشه لپات. می اومدی تهران سال 84 رو پای نرد میشه سی کرایت نصف شد تو پیکان، من رد کردم مرز و قاچاق چون حکمم خط نمیشد به زندان 6 کیلو جرم. پس فهم اونایی که میگفتن شاپور ایران داره زندگی میکنه داره خودش که من قاچاق رد کردم فکر کنم فرانسه باشه. قاچاق چون حکمم خط نمیشد به زندان 6 کیلو جرم لای بیتام، خدا که سهل ما کلاغ پر میدیم به شیطان، کار فوری شد نشستی تو صندوق. بله تو چی چرا من چیکار کنم با این سیم لامصب؟ میگه چی؟ میگه که آقا خدا که سهله، من دارم به شیطون درس میدم، به شیطون کلاغ پر میدم. کلاغ پر میدیم به شیطان، کار فوری شد نشستی تو صندوق 206 بگو بینم پکوشم بنزاد. اوه چقدر پرپانچ اومده. دیگه ترکتش به نام بنزو که سوار بنز بود و بعد جالبه که دقیقا همون صدای دزگیر ماشینش هم که اومد دقیقا همون صدایی بود که تو ترک بنزو استفاده شده بود. من گفتم چی شد تو که سوار بنز بودی الان تو پشت چیزی 206 تو موزیک ویدیو تو 206 بگو ببینم پکوشم بنزات واسه مجوز سه میکشی تو کف ارشاد اینه یا کریم دنبال ارزن مفت افتادی با منگار تته پته چیه برو لاشی بیای معلم ها میفتی به پت پت میزنی سکته در میاد ایکی میریزه پشما چوری که حتی نمیره با لیزر. وای چی صدا لیزر مهدی آرام قشنگ. ببین اون پشت نشسته میگه آقا تو من هوا تو دارم، تو فقط تکست رو بنویس بیتو بسپر به من. میبینیم که قشنگ شلیکار داره مهدیار میکنه با بیت، صدا لیزر میاد این اون صدا دوزگیرا اینا، ولی اون قضیه ت ت ت پ ت ت هم که دیگه بچه‌ها میدونن دیگه راجع به دیسش بوده هیپولوژیست. تو نمیره با لیزر لای ابروات شاپور میکنه خندق بعد بار انداز خاکت میکنیم شمال زیاد داره جنگل شما پاتون میلرزه ما تو جیبمون تلفن
زنگ میخوره بار ترخیص میشه لب بندر بی بی باری آنالیشون کن طرفن اینو با کیا بازی نیست مافیا جدی احمق میپن. من گفته بودم شاپور وحشیه، ببخشید البته شاپور اگه این ویدیو میبینی، واقعا از تو از رکای مرگ بر کل نظامشون بدون چقدر شاپور وحشیه، نه بر کسی باش در بیفته. شما پاتون میلرزه ما تو جیبمون تلفن، زنگ میخوره بار ترخیص میشه لب بندر بی بی باری آنالیشون کن طرفن اینو با کیا بازی نیست مافیا جدی احمق میپره کلت پیدات میکنم در بری تپت بهت نزدیک درم از رنگی گردن تیزی دستم پشتم دیوارهای ششم و پشتگرم. این دقت کردی چون یه چیزی هست که میگن خدا از رنگ گردن به آدم نزدیکتره، بعد میگه اگه تو خدایی من از رنگ گردن خود خدا به تو نزدیکترم. در بری تپس بهت نزدیک درم از رنگی گردن تیزی دستم پشتم دیوارهای ششم و پشتگرمیتون به سرهنگ دماغت قرمز میشه مثل دلغک. اوکی میگه شما پشتتون گرم هر کاری هم بکن شما پشتگرمیتون به سرهنگ دماغت قرمز میشه مثل دلغک. تش بشی اندازه یه رون تایسون کوچولو تو رو میندازم تو داشبورد کچی اپوست رئیست میسازم پالتو کلت میرسه به او این که میگفت تو ترکش. ببین این وقت حال میکنم وقتی دیسبک از دیس میاد تیکر رو میگیره، چون گاتپری گفت که ببین کت تنه کیه، میگه کتو بی خیال کچی اپوست رئیست میسازم پالتو. رئیست هم دوباره داره چیزو میگه همین صفت به خاطر اینکه ریش داره میگه با اون ریشا پالتو درست میکنه. کلت میرسه به تخمان برقصیم پانگو بری بالا بیای پایین تش میفهمی خودتو هم آدم مایی کامیون گل میره از آمستردام پاریس شما میزنید توی اوت دروازه خالی همه تون تقلید کاراتون بایا جی سر رقص عربی از اون رقص عربی که میگفت یوزی میگیرم روز رقص عربی گفت تو بیا اصلا یوزی رو بزن من تانگو بات میرقصم به حالت چی میگه؟ تش میفهمی خودت بری بالا بیا کلت میره کچی اپوست رئیست میسازم پالتو کلت میرسه به تخمان برقصیم پانگو بری بالا. من حقیقتا بچه میخوام اینو وایستاده ریاکشن برم با اینکه توازن صحنه حفظ بشه اینو میخوام وایستاده ریاکشن برم که از کادر بیرون کچی اپوست رئیست میسازم پالتو کلت میرسه به تخمان برقصیم پانگو بری بالا بیای پایین تش میفهمی خودتو هم آدم مایی کامیون گل میره از آمستردام پاریس شما میزنید توی اوت دروازه خالی همتون تقلید کاراتون دروغ حتی اگه دروازه ما هم خالی باشه شما اوت میزنید در این حد شما میزنید توی اوت دروازه خالی همتون تقلید کاراتون دروغ انگار سیبیل گذاشته هلو تش میری دستبوس رئیسی گردن کش مثل توتول اوکی اسلام ایران قایده میگه آخر شما تا دنبال مجوز گرفتنی قبلش هم گفته بود که آخرش هم میریم پیش رئیسی گردن کج مثل توتول. جالبی که لفظ توتولی که پیش رو استفاده کرده بود اولین بار اومد استفاده کرد و میگه که مثل تطلو که اینطوری اومد چیز کرد با گردن کج پیش رئیسی شما هم همین کارو خواهید کرد. دستبوس رئیسی گردن کج مثل توتول اسلام ایرانو گایده پشت سر کدوم اخون جماعتی میگیرین قنوت طرح عادی سازی با بودجه دولت. این ایموجی دست چیزه گادپوری که همیشه وقتی مثلا توی پستش استفاده میکنه پشت کدوم از کی دارین نخ میگیریم پشت کدوم امام جمعه امام جماعت واسه اینکه دستتون قنوت اینطوریه. اسلام ایرانو گایده پشت سر کدوم اخون جماعتی میگیرین قنوت طرح عادی سازی با بودجه دولتی انگار رپ میخونه شهرام سلطی توی مربع جا میشی لازم نی قبر مستطیل شما رو چه به رپ برید صراط المستقیم شیکم گنبدی پیرم ورزشی شده نوچه یا اون بی صفت ارزشی حتی پسر گوگوش ازتون می بی صفت منظورش همین صفته که میگه ارزشیه و رپ برید صراط المستقیم شیکم گنبدی پیرم داره تیپ گاتوری هم مسخره میکنه چون یکم شکمش چیزه دیگه یکم توپول و آدیداس خط میپوشه ارزشی شده نوچه یا اون بی صفت ارزشی حتی پسر گوگوش ازتون میگیره حق فیت ماما میام ماما سی تا بده دندشیش شکاری چیه چی شد؟ میگه پسر گوگوش وات؟ آهنگ ماما
پسر گوگوش کیو داره میگه؟ ماماسیتو یه ترک بود بچه از لیتو. نمیدونم اون ماماسیتو هم شاید هم داره اون چیزی که ترنسفر دو تو اینستاگرام یا اون بی صفت ارزشی حتی پسر گوگوش ازتون میگیره حق فیت. ماما میا ماماسیتو بده دندشیش شکاری چیه جو... این چیزای اینستاگرامیه ماماسیتو ماما این چرت و پرتا که یارو میگفت عطر چیز میکرد. بعدم یه میم دیگه اینستاگرام بود که دختر اصلا میگفت بده شیش. یعنی میگه کلن چرت و پرت داری میکنه. ماما میا ماماسیتو بده دنده شیش شکاری چیه جوجه لاته اداری خالیه تو لیبلتون جای هلالی کیر تو خودتون بی صفت سپاهی پنج صبح کلیپ میدیم بعد جوری شدین فشاری نهایتاً بتونی دو هول و این قشنگ دیس بک به بک دیس بک بک بغل کنی تو دست دنده عقب بری میمه ملتفت به تو نمیرسه انجیر آب آسانسور بخور قدت بلند شه شورت آهنی به پوش سپر پرشیا نره تو کونت نمیخواد تیر هوایی بزنی اتو خیلی شورت آهنی به پوش سپر پرشیا نره تو کونت نمیخواد تیر هوایی بزنی اتو برمیگره به اون جایی که با پرشیا تصادف کرده بود تو خیلی خیلی گنده تراش رفتم بر نگشتم بازارم لازم نکرده آنالیز کنی جورج سوروس تو جریان عادی سازی فعلا پادوچرخه تو بزنیم و خبری شد بهت میگیم بیای مثل پارسال گل بدی به سربازا خدن شما کل اکیپتون یه پرونده داره اونم بکنه ننه صفت تو اول دادین شامگاه تا نیک باد بوس 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 چی؟ من فکر کردم شاید به خاطر کاورشن رپ داشته باشه بقیه مثلا هیپوپولوژیست اینا ولی کلش دیسپک بود به اماله ولی چی گفت آخرش؟ لازم نکرده آنالیز کنی جورج سوروس تو جریان عادی سازی فعلا پادوچرخه تو بزنیم و خبری شد بهت میگیم بیای مثل پارسال گل بدی به سربازا خدن یا آقا همون قضیه که من گفتم سر اینکه توی اوج اتفاق مهسا امینی گفتن این بیفه بین گازپوری و پاپولجیز اتفاق افتاد میگه شما اصلا زد و بند دولتی هستین که اومدین عادی سازی کنن دوباره میگه شما دلیل این کار کردن به خاطر عادی سازی و هنوزم میخوام عادی سازی کنین شما کل اکیپتون یه پرونده داره اونم بکنه ننه صفت تو اول دادین شامگاه تا نیک باد بوس بوس شامگاه تا نیک باد بوس بوس خب اینجا کار تموم نمیشه فکر این ریاکشن تموم شد وایس گادپوری استاد سرعت اگه فکر می‌کنی من بچا تو ریاکشن سرعتم بالاه گادپوری هم سرعتش رو دیس دادم بالا فری استایلی منتشر کرد روی استوریش که من الان ایدراپ میکنم که با هم ببینیم خدایی همه چیزایی که از حتی المنت‌های ویدیو گرفت تا خود ترک گرفته بود از اماله و جواب داده بود من اینا رو خیلی حال می‌کنم بریم ببینیم چی گفته حالا گادپوری تو اون فری استایله قناریت شمشیره تو برای سپری چهرهشو ببینم میگم جون چه پسری اونو که okay. این که برمیگرده به این که خودش گفته بود فدایی جالبه فدایی میگه قناری فدایی سپره ملتفت من شمشیر دو لبه این به اون قناریت شمشیره تو برای سپری چهرهشو ببینم میگم جون چه پسری اونو که اماله کردمش بره یه وری تو رو میزنم موقعتم بشه سپری تو کی باشی من که میشه جلون خطنخی یا بون میذارم تو جیباتون انام واسه دیساتون در میان جیغاتون تو تنها لباسیاتون جوری که به کارت نمیاد تب سیانور بازی مثل میم ملتفت رو کون قنبلت رو تم مثل بلدوزر عمو بره قربونت یاداوری میکنم تو مالده کردمش بره یه وری تو رو میزنم موقعتم بشه سپری تو کی باشی من که میشه جلون خطنخی یا بون میذارم تو جیباتون انام واسه دیساتون در میان جیغاتون تو تنها لباسیاتون جوری که به کارت نمیاد تب سیانور بازی مثل میم ملتف اینم قضیه سیانور رو فدی تو ترک من که میشه جلون خطنخی یا بون میذارم تو جیباتون انام واسه دیساتون در میان جیغاتون تو تنها لباسیاتون جوری که به کارت نمیاد تب سیانور بازی مثل میم ملتفت رو کون قنبلت رو تم مثل بلدوزر عمو بره قربونت یاداوری میکنم یه مصرع خودت بی مرامی رسم آدمای مفخره تو بگو سر چی رفیق تو دادی سر آخر پوستتون رو میکنم مثل آب جوش تو سماوه آماده ی جنگ مثل ماه که داره به شب عادت تو حلقوماتون میریزم شربت شهادت گفت شمایی که خودتون دم از دیگه من فهم تو آخر ویدیو باید وایسم گفت شمایی که دم از نمیدونم بی مرامی یا بی معرفتی رو میزنید تو ترک خودتون بعد میری رفیق صمیمی تو کسی که پدر رفت فارسیه و خیلی به کریرت کمک کرده رو کسی که اصلا ملتفت رو تأسیس کرد میری اونو چیز میزن اونو
میفروشی و تمام. پشمام ریخته. اولین کنم ریاکشن ایستاده تاریخ رپ فارسی هم داشتیم امروز. ولی در کل آقا دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردید. بعید میدونم که دیگه این بیف ادامه دار باشه، چون الان دیگه گاتپوری هم جوابش رو داد و فکر نکنم شاپور بیا جواب اینو بده. اگه بده خیلی جالب میشه. و اینکه من آنلاین هستم، اگه اتفاقی افتاد حتما پوششش میدم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. چنل دند پزشکی هم این بالا قشنگ دقیقا اینجا میذارم وسط، حتما سابسکرایب بکنید. تو کامنت ها هم پین میکنم. تا ویدیوی بعدی، زن زندگی آزادی.